سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. سخنان مثبت و حضور فعال ایران و آمریکا برای معماری دیپلماتیک در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. مقامات آمریکایی و ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هر یک امیدوارانه سخن گفتند. تغییر موضع آقای خامنه‌ای از دیپلماسی تهاجمی به نرمش قهرمانانه هم توسط ناظران سیاسی پیامی روشن در تأیید رفتار دولت روحانی تعبیر شده است. 16 سال پیش هم ما در چنین فصلی محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نیز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه CNN پیام روشنی برای آمریکا فرستاده بود. وی گفته بود میان ایران و آمریکا یک دیوار بلند بی‌اعتمادی وجود دارد و برای بهبود روابط باید این دیوار برداشته شود. اما خاتمی در آن مقطع از اختیارات تام برای مذاکره با آمریکا برخوردار نبود و بخشی از نظام نیز علاقه‌ای به حل مسئله روابط دو کشور توسط خاتمی نداشت. اما اکنون و پس از کارنامه غیرقابل دفاع محمود احمدی نژاد، به نظر می‌رسد بخشی قابل توجه از مجموعه نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده است تا تابوی این روابط خصمانه 35 ساله را بشکند. همه می‌گویند که شرایط کنونی بهترین فرصت برای حل مسئله ایران و غرب است. وجود یک رئیس جمهوری با مشروعیت مردمی، وجود یک تیم ورزیده دیپلماتیک و حمایت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی از یک سو و سیاست‌های باراک اوباما و تیم اجراییش در مواجهه با تندروها و اراده دولت ایالات متحده در شنیدن پیام ایران از سوی دیگر، بهترین فرصت را برای حل دیپلماتیک یکی از بحران‌های عمیق خاورمیانه به وجود آورده است. اما همانطور که آقای خاتمی نیز به تازگی در روزنامه گاردین نوشته، این فرصت کوتاه و بسیار شکننده است. هنوز اراده هایی که رشد خیش را در بحران سوری در بحران جستجو می کنند ریشه هایی بسیار قوی دارند. این اراده ها از تل آویو تا واشنگتن و از بیروت تا تهران منتظرند تا این فرصت را بار دیگر از صلح طلبان سلب کنند. اینجاست که تلاش برای مهار جریان های افراطی داخل و خارج ایران می تواند از مهمترین اولویت های رسانه ها، سیاست ورزان و جریان های سیاسی باشد. اولویتی که اگر خطرش جدی گرفته نشود می تواند تمام تلاش های بزرگ این روزها را برباد دهد و این معماری را بی ثمر بگذارد.